نشانه ها یه آخر زمان یا بهتر به روز قیامت. آیا قیامت نزدیک است؟ با این نشانه ها ممکنه موی تنتون به شدت برد. یک، همه انسان ها برای پول هر کاری میکنند و هم را حلال نخواهند شناخت. دو، خروج دجال. دجال یکی از ترسناک‌ترین داستان‌هایی که ممکنه بشنوی. سه، قوم یأجوج و مأجوج. بله، یکی از داستان‌های قرآن در مورد همه قوم یأجوج و مأجوجه که ظهور میکنن انسان گناهکار رو میبرند. چهار، خورشید مغرب طلوع میکنه نه شرق. وقتی انسان متوجه میشن به اسلام مسلمون میشن، ولی مسلمونش قبول نمیشه چون دیر اقام نمودند. پنج، ظهور حضرت مهدی جل تعالی فرج الشریف. قبل از قیامت قطعا باید حضرت مهدی جل ظهور کنند. پنج، ظهور حضرت عیسی علیه السلام به صورت مستقیم، یعنی ایشان به صورت مستقیم زمین فرود خواهند آمد. به گفته برخی مفسران ایشان به مدینه ظهور خواهند کرد. شش، زنان از مردان بیشتر خواهند شد. بله، زنان از مردان بیشتر خواهند درد نهست. هفت، زنان بد جنس در جهان زیاد خواهند شد. بله، زنان بد در جهان زیاد خواهند شد. نو، هشت، حیوانات سخن خواهند گفت. آری، انسان ها این چیزی که به انسان ها عجیبه اینه که حیوانات سخن میگن. سخن ممکنه موی تنتون سیخ بشه. در قرآن روز نشانه قیامت آورده. که نام ویروسی در آن به نام کووید-19 هست. پس قیامت نزدیک است. ولی امید است خداوند با نهایت لطف و مهربانی ما را قضاوت کند. ده، مرگ و سکته های قلبی در زمین زیاد خواهند شد. قیامت خواهند مرد. 11،
شهاب تنگ به زمین فضا نبردان به سوی آسمان می روند ویرانان شهاب تنگ می بینند که به سوی زمین می آید. آنان شتاب خود را به زمین میرسانند به برعیس بران کشورا میگویند ما شهاب تنگی دیدیم که دارد به سوی ما میآید ولی آنان باور نمی کنند. دو سه روز که میگذرد شهاب تنگ به سوی زمین میآید و تمام انسان ها میمیرند و بعضی انسان ها زنده میمانند و اسرافی در زور میدمند. پس کارهای خوب انجام بدی چون به احتمال زیاد قیامت نزدیک است. در قیامت جای جبران اشتباه بسته است. در قیامت عذرخواهی و پوزش سودی ندارد. دقت تناراب و حلال مشکلات در آن محشر قلب سلیم و کارهای خوبی که انسان قبل از مرگ خود انجام میدهد. شاید یک یا دو ماه دیگر قیامت شود. برخی مفسران و برخی منابع قوی‌تر میگویند 100 سال دیگر قیامت میرسد. پس ما باید خودمان رو برای آن محشر آماده سازیم. امید است که خداوند با نهایت لطف مهربانی جان ما رو بستاند، نه از روی کمیت و کیفیت اعمال ما. با این نشانه ها 12 نشانه چیست؟ دوازدهم نشانه محبت در خانه های کم می شود و زول و گناه زیاد می شود. خداوند آمرزند و مهربان است. خداوند رؤوف است. خداوند انشاءالله که همه ما را بخشد. خداوند ما را می بخشند ولی کسانی که کافر شدند مثل نمرود و فرعون که ادعای خدایی می کردند هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشید. به کسانی که دیر به انسان گرویدند را نیز نخواهند بخشید. نشانه 13
شهریار می شود. شاید برات از جیب باشه لنا زیاد میشه. خداوند یکی که درشین از لناست و حجوم بردن مرد بزن اشانه 13 این است. که جنگ هایی در حال جریان خواهد بود، مثلا ایران و آمریکا، هلند با چین و بسیاری از کشورها خواهند جنگید و در هنگام جنگ اسرافیل در سور خواهد دمید. به امید روزی که در مقابل خداوند کمتر شرمنده باشیم. با این نشانه ها قطعا قیامت نزدیک است. پانو دامنشانه انسان ها را عذیت می کنند. پاینده و عزیز باشید.